خوش اومدی به بخش دوم برنامه. بله، هفته پیش ما اومدیم کلی گفتیم تیم ملی ما رو خوشحال نکرده خیلی وقته و تیم ملی خانوما رو تشویق کردیم. این هفته یه مقدار شرایط فرق کرد خوشبختانه. حالا امید و امیر عزیز بیشتر در آقا درود داستان صحبت کردن. شرایط قربونت برم. شرایط که اصلا کلا وقتی به کیروش اومده شدیداً فرق کرده. شدیداً فرق کرده. امیر خان درود. امیر قرار بود من بگم، نمی خانومشون هم اعتراض کردن من. امیر خان من نمیتونم نگم. با درود با یه بخش دیگه از آفساید در خدمت شما هستیم. در همین آغاز برنامه من یه خسته نباشید و دست مریضار با آقای عادل فردوسی پور بگم که با تیمشون رفتن دیدار کشتیگیری که مشکل نخاعی براشون پیش اومده بود و حرکت جوانمردانه‌ای بود، دلگرمی دادن به این عزیز ورزشکار و امیدواریم که این دوستمون هم هرچی زودتر بهبودی براشون حاصل بشه، سلامتشون رو باز یابند. امیر خان، تیم ملی چیکار کرده؟ خیلی ما تو دو تا بازی، بازی با فلسطین داشتیم، یه بازی هم با بحرین داشتیم، تو دو تا بازی یه 7 تا زدیم، یه 6 تا زدیم، یه 13 تا گل زدیم. نشون میده تیم چقدر تهاجمی‌تر شده و چقدر رو به جلو داره بازی میکنه. حالا این میتونه نقطه خوبی باشه واسه ما یا حریفامون حریفی نبودن که تو دو تا بازی ما 13 تا بهشون زدیم. خب میتونه هر دوش باشه. این در واقع وقتی به شرایط فوتبال امروز ایران نگاه میکنی، به اعتقاد من نتیجه بازی بسیار جالب بود. هر ایرانی وطن پرستی فوتبال دوستی از نتیجه بازی واقعا لذت بردش و بعد از مدت‌ها شادی رو به میان مردم آورد و همینطور باعث شد باعث افزایش بیشتر مردم تو استادیوم میشه که این خودش پایان بسیار مثبتی برای فوتبال ماست. اما این در واقع بخش احساسی قضیه است. اما اگه بخوایم کارشناسی به فنی به فوتبال نگاه کنیم، به اعتقاد من یکی از دلایلی که باعث شما 6 تا گل به بحرین بزنیم 10 نفره شدن تیم بحرین بود. ثانیه 40 دقیقاً، چون من فکر نمی‌کنم کسی انتظار داشت تیم ایران حتی با 11 نفره بحرین بازنده این دیدار باشه. حتی مربی خود بحرین گفته بود که ما حتی اگه این بازی یک مساوی هم بگیریم خیلی راضی هستیم. اما اون مسئله که در ثانیه اول بازی پیش اومد که از حوادث نادر در فوتبال هم هستش، یه بازیکن در ثانیه اول اخراج بشه، تمام اون معادلات بازی رو به هم زد. پس اگه بیایم آماری از بازی ارائه کنیم، تعداد ضربات، پاس یا تعداد کورنرها نمیتونه آماری مبتنی بر حقیقت باشه، چون تیم حریف 10 نفره بود. امیر خان، میون صحبتتون برنامه 90 یه آمارگیری کرده بودن که نتیجهمون جلو بحرین چی میشه. خب خیلی خیلی رأی داده بودن بله. که ما برنده این بازی خواهیم بود. یعنی افکار عمومی و ذهن مردم این بود که ما بحرین رو خواهیم زد. بحرین هم همچین تیم گردن کلفت و شاخی نبوده دقیقا. که ما بخوایم ازش بترسیم یا تو آزادی بخوایم بریم مساوی بگیریم. پس اینجا یه موضوع جای بحث هستش. ما با علم بر این که بحرین رو خواهیم زد و شکست خواهیم داد رفتیم تو زمین. دقیقاً، من اعتقاد دارم که خود کارلوس کیروش در واقع دنبال اون برنامه‌های فنی و تاکتیکی خودش بودش، چون میدونه که از این مرحله ما بالا میاد. با مربیای مثل علی دایی، افشین قطبی هم ما این کارو کردیم. به اعتقاد من اگه بخوام قضاوتی رو کار کیروش و تیم میلیون بکنیم، باید برسیم به اون نقطه‌ای که دو تیم 10 تا تیم میشن در دو گروه 5 تیمی. بعد اون موقع میتونیم ببینیم چقدر تأثیر کار کیروش در فوتبال با در تیم ملی ما چطور بوده، چون من اعتقاد ندارم که کیروش میتونه تأثیر در کل فوتبال ما داشته باشه. چون مشکلی که ما داریم که مشکل کیروشیست، مشکل باشگاه ماست. یه تیم ملی زمانی موفقه که لیگ درست هدایت بشه، مربی لیگ درست تمرینات درست ارائه بدن. برای همینم کیروش دقت کنی هفته پیش از مربیان لیگ دعوت کرد در یک گرد همایی با هم باشیم که متأسفانه از 18 تا مربی لیگ فقط 7 نفر پاسخ مثبت دادن. همین رو میخوام خدمتتون عرض کنم. یعنی الان وظیفه کیروش اینه که بیاد مربیا رو جمع کنه، بگه آقا مثلا این تمریناتو بدید، اینجوری رو بازیکنو برخورد کنید، حالا راجع به برنامه غذایی که حالا خیلی جلوتر و عمیق‌تر هستش صحبت بکنه، یا اینکه نه بازیکن باید بیاد در رده سنی نونهالا نوجوانان شکل بگیره، دقیقا. به فوتبالش رسیدگی بشه و بعد که به این مرحله میرسه دیگه از آموخته هاش مربی بیاد بهره برداری بکنه. این گونه باید باشه. دقیقاً. من به خاطره با شما تعریف کنم، یه روزی در زمان قبل از انقلاب رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران کامبیز آتابای به سر تمرین تیم ملی ایران میره در کنار فرانکو فاره مربی ایرلندی منچستر یونایتد که برای هدایت تیم ملی ایران به ایران اومده و قرار میگیره. وقتی شاهد تمرین تیم ملی ایران بودن، کامبیز آتوا به فرانکو فارر میگه که این بازیکن این توپو صحیح با ضربه صحیح به توپ نزد و فرانکو فارر در جواب میده که این کار من نیست که به این بازیکن یاد بدم که این توپ بس به چوری به توپ ضربه بزنه. این کارو بعد در آکادمی دستانای 12 سالگی این بازیکن یاد بگیره و این نشون دهنده این که بازیکن‌ها بعد دستنین پایین این کار آکادمیکو یاد بگیرن.
امین خان خب بعد از انقلاب ما مربی خارجی تو لیگمون اومد، مثلا پارسال ما چند تا مربی خارجی تو لیگ داشتیم، سال قبلش همینطور، همه اینا رو می‌کردیم تو چرخه گوش، مثلا یه نصف رایکوف ازش در میومد. خب متأسفانه نبود، اینم توجه داشتیم، یعنی بقول شما مربی انگلیسی داشتیم، مربی فرانسوی داشتیم، مربی روس تو لیگ داشتیم، ولی مربی خارجی که میان همش از بلوک شرق میان. و بعدم فراموش نکنید رایکوف زمانی که به فوتبال ایران اومد، اولین کاری که از زبان فارسی یاد گرفت، خانومش در مدرسه ایرانی استخدام شد، به تربیت دختر ایرانی پرداختش. یعنی به دراز مدت به این مسئله نگاه کردم. مربی که بیاد اولین هدفش یاد گرفتن زبان فارسی باشه، این مربی برای یک سال دو سال در ایران نیومده، اومده کار اساسی بکنه. برای همین رایکوف پدر فوتبال ایران لقب گرفت و خدمات زیادی برای فوتبال ایران انجام داد. درست. برگردیم سر بازی ایران بحرین. امیر خان اول من به آقای کفاشیان بگم ما اخطار گرفتیم توی این بازی، آقای کفاشیان یادت باشه بنویس اینا رو، نری محروممون کنن. بازی کلا رو هم رفت. امیر خان روندش چطور بود؟ ببین ما یه یار اضافه نسبت به حریف داشتیم، برای همینم داشتن یه یار اضافه کمک کرد که ما در تاکتیک های ایستگاهی موثر واقع بشیم، چون وقتی ضربه شروع مجدد بازی بود در کاره من تو من قرار میگرفتیم، ما یه یار اضافه داشتیم که همون باعث میشه ضربه آخر مو درست بزنه. هادی عقیلی اومد سر زد، حسینی زد، حسینی جعفری زد، دقیقاً یا خود چیز شوت رای دور آنجلو تیموریان، به خاطر اگر اون بازیکن بود میومد فضا رو میبست، دقیقاً اجازه شوت دقیقاً ما از راه تاکتیک های شروع مجدد به خاطر داشتن یار اضافه که در ضربه آخر اضافه بود کار تموم کردیم، تاکتیک موثری بودش. اما به اعتقاد من اون چیزی که کیروش در بازی با فلسطین مرور کرد ما در این بازی ندیدیم. اگه برگردیم به گل‌های بازی نگاه کنیم، تنها گلی که کیروش احساس رضایت کرد و عکس العمل نشون داد گلی بود که خلد بری زد با سر، زد توپ کنار اومد کوتاه سان کردن با سر زد، اونجا رضایی زد. بله. خب در واقع اونجا اون نقطه بود که با کیروش عکس العمل نشون داد، با یه حرکت اینطوری نشون داد که با قضیه هپیه، چون در واقع دنبال همین راه ها برای گل زدن میگشتش. ولی به طور کلی من اعتقاد دارم کیروش برای فوتبال ایران موثر، مربی بسیار با شخصیتی، مربی که از الان نشون میده شخصیت به تیم منتقل کرده. اما به اعتقاد من در جامعه امروز ایران یه مقدار افراد و تفرید وجود داره و راجع به کار کارلوس کیروش خیلی افراد نشون داده شده، مقالهایی که نوشته شده، کارهایی که در مورد با کیروش نوشته شده. به اعتقاد من باید به کیروش زمان بدیم و کیروش در مرحله بعدی رو کارش قضاوت بکنیم. جلو تیمایی مثل استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، ببین تیم ما چه پیشرفتی کرده در واقع. بسیار عالی.